گرمترین و صمیمانه‌ترین درودها حضور همه شما هموطنان ارجمند و گرامی. این برنامه رو به یاد بزرگ مرد شعر و هنر تقدیم هنر دوستان می‌کنیم، به یاد تورج نگهبان، شاعر گرانقدر، ادیب و ترانه‌سرا، شخصیت دوست داشتنی. آخرین وظیفه فرهنگی خودش رو در دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی در شهر قزوین ادامه داد. تورج نگهبان، هنردوستان عزیز می‌دانن، هموطنان ارجمند، 50 سال فعالیت فرهنگی و هنری کرد. تورج نگهبان در سال 1311 در شهر اهواز چشم به جهان گشود و در روز 20 آگوست سال 2008 در شهر لس آنجلس در بیمارستان تارزانا چشم از جهان فروبست. از تورج نگهبان 4 فرزند به یادگار مانده: نوید، نغمه، نگار و نگین. پیش از اینکه من سخنی بگویم، اجازه بدید که خود زندگی تورج نگهبان از خودش و از کارهایش با شما حرف بزنه. نگاه میکنیم به سخنان تورج نگهبان، گوش میکنیم. من در شهر اهواز متولد شدم و پدرم چون مأمور دولت بود و در وزارت پست و تلگراف بودن، معذرت میخوام، ایشون چند جا در زندگی ما شاخص شد، مأموریت هایی که داشتن که خود طول کشید. یکی در همون تولد ما که در اهواز بود، بعد به خرمشهر منتقل شدن که رئیس پست و تلگراف های خرمشهر و آبادان بودن. زمانی بود که من یکی 2 سال ابتدایی بود. بعد رئیس پست و تلگراف شیراز شدن که در اونجا هم یکی 2 سال دبستان ادامه پیدا کرد، در دبستان باقری. و از اولین آخرین سال دبستان و اولین سال دبیرستان در تهران مدرسه زردشتی ها ما بودیم، یعنی جمشید جم و فیروز بهرام. و در اونجا از کلاس 8 بودم که کاری بود مربوط به آقای میساقیان، ایشون هنرمند سنتور هستن و در حال حاضر هم در کشور آلمان زندگی میکنن. ایشون در اون موقع یک آهنگی در ابو عطا درست کرده بودن که آقای منوچهر همایون پور اینو خوند بعدها و از من خواستن که کلام بگذارم روی این آهنگ و کلامی گذاشتیم به اسم ناز بیجا. خب به هر حال رو حال هوای زمان نوجوانی و این در همون سالهای فکر میکنم 29-30 این حدودا اجرا شد و سالها بعد هم، یعنی حدود 1 سال قبل از انقلاب، دیدم که یک شب برنامه گلها اعلام میکرد به عنوان یک شاخ گل که آقای کسایی، حسن کسایی، اینو تنظیم جدیدی کرده بودن و خانم ناهید دایی جواد اجرا کردن. قبل از این کار خاطرم هستش که در همون اوان بود آقای همایون خرم، کلاس 7 بودم من، و نشستیم یک مقدار ساز زدن. ما بسیار خوشمون آمد از این کار. بعد گفت من یه آهنگ درست کردم،
چون من یک چیزهایی به اصطلاح به صورت غزل به مثلا خاطرم زاهدان اون موقعی که سیل آمد موقعی بود که من هنوز فکر میکنم به دبیرستان نرفتم سیل زاهدان مال خیلی وقت پیشه یک شد روان در زاهدان سیلی عظیم از کوهسار شد کرد آشوبی به پا از قهر و ظلم روزگار یا همچی چیزهایی که یادم نیستش که این به عنوان انشا بود که چون پدر من طبع شعر داشت ما هم بهمون یک مقدار تلقین شده بود که میتوانیم با شعر مانوس باشیم و همایون خوردم به من گفتش که میتونی کلام بذاری گفتم شعر رو اول آهنگ رو میذارن یا اول گفت نه مرسوم این است که آهنگ رو میدن و کلام میذارن روش گفتم خیلی خوب ما یکی دو روز اومدیم و دیدیم که بسیار کار مشکلی هم هست در هر صورت که هیچش هم یادم نیست و یه تصنیفی درست کردیم که گویندهی که برنامه سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی رو اجرا میکرد آقای زنجانیان اگر اشتباه نکنم خود این گوینده اون ترانه رو خوند در سال 1329 فکر میکنم در اون موقع قبل از این که به تمام این مسائل برسیم همون موقع که اون ترانه رو عرض کردم که اول ما درست کردیم و بعد گوینده خوند ارکستری به صورت ارکستر خانوادگی این آقای البرز نیکوپور آقای همایون خرم آقای صالحی بودن که دبیر دبیرستان‌های تهران بودن و آقای جلال اردهالی ایشون هم تنبک می‌زدن و یه ارکستر خانوادگی درست کرده بود و ما هم شاعرشون بودیم البته یا مقدار جنبه بازی داشت در اون موقع یک فرستنده مثل اینکه یکی دو کیلواتی مال ژاندارمری بود که برای پاسگاه‌ها این بیسی مربوط به پاسگاه‌های ژاندارمری بود که اطراف شهر بود داخل شهرها خاطرتون هست که پلیس و شهربانی اداره میکرد خارج از شهرها رو ژاندارمری این بیسیم برای که زمان بیکاریشو مثل اینکه مجوزی گرفته بودن که به صورت رادیو بعد از ظهر ازش استفاده کنن چند مدت زمان تقریبا کوتاهی ما در ژاندارمری رادیو ژاندارمری برنامه هایی بود چون مدرسه می رفتیم خیلی از نظر ما یه کاری بود که خب اون موقع ما جدی گرفته بودیمش تا اینکه آقای رشیدی امین الله رشیدی آمد گفتش که من به همایون خرم و من پیشنهاد کرد که شما خب به جای که اونجا میرین من که در رادیو تهران هستم خب اگر میخواین بیان با هم کارامون مشترکاً انجام بدیم در اونجا گفتیم بسیار خوب و ما هم خب خیلی دلمون میخواست که از رادیو ژاندارمری بریم در رادیو تهران اولین کاری رو که روی آهنگ آقای همایون خرم برای آقای امین الله رشیدی من درست کردم خیلی گل کرد در تهران که گل من دل من ز جفای تو پرخون شد دل من گل من تو بیا که ز غم خون شدی همشی که این مجله موزیک اومدن اون موقع خب ما مدرسه میرفتیم با ما مصاحبه کردن آقای شاعق نامی بودن این تصمیمی که درست کردیم دو سه تا کار با آقای رشیدی در اون موقع روی آهنگ آقای مهندس همایون خرم پخش شد که زنده پخش میشد و موقعی که زنده اجرا میشد نوار هم گرفته میشد بار دوم نوار رو پخش میکردن ولی بار اول اصلا زنده مستقیم پخش میشد تورج نگهبان هموطنان ارجمند گرامی در طول فعالیت هنری خودش برای اکثر هنرمندان به نام مشهورمون آهنگ هایی که ساخته می شد ترانه هاش یا شعراش می سرود در کارنامه هنری تورج نگهبان عزیز 700 اثر هنری ضبط شده 700 ترانه سروده علاوه بر دیگر فعالیت هایی که داشته برای هنرمندانی مثل ملوک زرابی دلکش مرزیه، الهه، فرح، آذر، پوران، پروین، یاسمین، مهستی، هایده و بنان
ایرج وفایی، گلپایگانی، داریوش رفیعی، محمد نوری، داریوش اقبالی و بهزاد و امید. راجب آغاز کار خودش توضیح داد که چگونه با امین الله رشیدی کار کرد و بعد بیشتر همدم مونسش خوب طبیعی مهندس همایون خرم بود و با مهندس همایون خرم کارش رو آغاز کرد، ترانه های جاودانه و ماندگار گفت که این آثار کماکان جزء آثار جاودانه است. اجازه بدید که با هم به یکی از کاراش که خانم پروین اجرا کرده گوش میکنیم. اینجا باید توضیح بدم که آقای امیر صبوری، دوست عزیز بنده، هنرمند شایسته، خب از زندگی اکثر هنرمندان با توجه به شرایطی که داره به هر حال رفته، زحمت کشیده، فیلم‌هایی تهیه کرده و قسمت‌هایی از برنامه‌ای که او تهیه کرده بود به یاد تورج، به عنوان یادواره تورج نگهبان، در این برنامه ما سود می‌جوییم با اجازه آقای امیر صبوری. بشنویم یکی از کارهای زیبای آقای نگهبان رو با آهنگی که آقای عطا همایون خرم ساخته، صدای پروین. عرض کنم راجع به تورج نگهبان من نمیخوام زیاد صحبت کنم، چون خود این شخصیت هموطنان ارجمند و کارهاش دقیقا نشانه است از وجود یک بی همتا، یک جانشین ناپذیر. تورج نگهبان برعکس بعضی از ترانه سرایان که در غالب همون کارهای ایرانی کار میکردن و به موسیقی مدرن یا پاپ توجهی نمیکردن، تورج در عین اینکه در اون زمان برای این هنرمندان عزیز ترانه میسرود، برای آهنگسازان بزرگ مثل استاد حیوالله خان بدیعی، عرض کنم که مهندس همایون خرم، به موسیقی مدرن روس یا پاپ توجه خاصی داشت، به خصوص علاقه وافری به جوانها داشت. اینجا تصاویری ما داریم که اونا رو نگاه خواهیم کرد که چگونه تورج نگهبان این هنرمندان جوان رو در اون زمان دوست می‌داشت و اونها در اون موقع چه علاقه‌ای به او داشتن. نمونش عرض کنم که اردلان سرفراز ایرج جنتی عطایی است. تورج در زمینه موسیقی پاپ هم فعالیت پرثمری رو همون زمان آغاز کرد در استودیو تنین با همکاری بابک افشار. ترانه‌ای برای آقای ویگن افشار ساخته بود
عرض کنم که توراج عزیز شعر اون رو سرود به نام سوگند، به بخشی از این ترانه دلنشین و دوست داشتنی با صدای سلطان جاز گوش میکنیم، کاری از بابک افشار و کلام توراج نگهبان به نام سوگند. صدای ویگه بر تو و آن خاطر آسود سوگن، بر تو چشم گنه آلود سوگن، بر آن لبخند جادویی، بر آن سیمای روشن که از چشمان افتاده آتش بر هستی من، آتش بر هستی من. عمری هر شب در ره گذارم، ماندم چشم انتظارم، شاید یک شب بیایی دردا تنهای تنها، بگذشته بی تو شبا در حسرت و جدایی. زین پس محزون و خاموشم، عشقت خاکسترم کرد، در دست باد پاییزی نشکفته پرپرم کرد، نشکفته پرپرم کرد. عاشقی گم کرده ره بی آشیانم، مانده بر جا آتشی از کاروانم. زین پس محزون و خاموشم، عشقت خاکسترم کرد، در دست باد پاییزی نشکفته پرپرم کرد، نشکفته پرپرم کرد، نشکفته پرپرم کرد، نشکفته پرپرم کرد.
اما راجع به توراج نگهبان، توراج نگهبان تا زمانی که در ایران بود کماکان مشغول کار بود و فعالیت میکرد تا اینکه انقلاب شد. در اون بحبوحه، در اون شرایط، خب میدونید که از ایران سخن گفتن و از عشق به ایران سرودن کار دشواری بود، مورد پسند حجج اسلام واقع نمیشد. توراج اقدام شجاعانه ای کرد، یک کار ارزنده شروع کرد به نام مجله صدا. توراج در این مجله صدا سعی میکرد اونچه که لازم جامعه بدون مردم بدونن اونها رو به زیبایی و با یک فرم قشنگی ارائه میداد به نام مجله صدا. عرض کردم در اون شرایط از ایران گفتن برای خیلی ها دشوار و سنگین بود، ولی توراج این شجاعت رو داشت و آغازگر بود در این راه. اجازه بدید به بخشی از مجله صدا گوش کنیم و حرفای سردبیر این مجله رو که آقای نگهبان بود با هم بشنویم و بعد شعری هم توراج خودش خوانده با صدای خودش در اون سالها، در اون دوران احساسات حاد، در اون دورانی که وطن پرستی جرم بود، ایران دوستی بهای سنگینی داشت، اما توراج نگهبان این خطر رو کرد و به استقبال عشق بزرگ خودش رفت، عشقی که تا آخرین لحظات همواره از اون می سرود و آن ایران و خاک پاک ایران بود. با هم گوش میکنیم مجله صدا رو. چهارمین شماره مجله صدا، بهمن ماه 1358. آغاز کردیم صدا را و راه گشا بودیم آنان را که هر روز حرفی را بر نواری نشاندند و پیشکش کردند. آغاز کردیم صدا را و با نام ایران میلادی نو و سخنی تازه را اعلام داشتیم و نام ایران را که می رفت در هیاهوی جنجال آفرین بی وطنان تازیگرا به فراموشی گراید با صدای من به گوشتان نشاندیم. بیگانه نه ایم که فرزند راستین ایرانیم. سخن من سخن آشنا و به گفتار و کردار و پندار نیک سخت پایبند و شاید بدین جرم است که سخن گفتن من را جایز نمی شمارند و جواز انتشار من را هر بار به بهانه‌ای بر ما روان نمی دارند که نوشته ایم ایرانی هستیم، که نوشته این موضع سیاسی و فرهنگی من تماماً ایرانی است. میخواهند قلم در دست نگیریم چرا که ایرانی هستیم و با تازیانه تازی را رواج دادن و پارسا نمایانه پارسی را مردود داشتن شیوه است که در این روزگار به ارشادان میکوشند. حال که قلم من را شکستند با امید با اینکه زبان و صدای من در بیان شکوه من نام ایران و برپایی و احتزاز پر افتخار درفش سرنگان گویا و رسا بماند، نوشته های من را که در مجله همراه پیشکش می شد کنار می گذاریم و زبان من را در صدای فریادگونه که سر سبزی را پشت وانه دارد تقدیمتان می کنیم. امیدان که پذیرا باشید. سردبیر.
با چه شوقی باید صبح از خواب گران دیده گشود، با چه رنگی ای دوست یار و هم رنگ تو می باید بود. کاش کی دست تو را می خوندم، کاش می فهمیدم بین ما هیچ هماهنگی نیست، کاش باور می شد موجب این همه بی ایمانی یک دگرگونی فرهنگی نیست. با تو هم میهن که نیای ترکی و مرس و فریدون بودند، که جهانبینی فرهنگ تو را به جهان توصیه می‌فرمودند. با تو آزاده تاریخ بشر، گنجدار همه فردوسی ها که چنان رستم دستانی داشت، با تو که از نسل اهورایی انسان هستی، با تو هم میهن فخر بشریت سعدی، که چه سرسبز و پرآوازه گلستانی داشت. با تو هم میهن تو هم میهن پاک، با تو وابسته ترین آدم وابسته به خاک، که سر هر وجب از خاک وطن خون دادی، رخت اسکندر و چنگیز به بیرون دادی. با تو ای هم سخن حافظ و مولاناها، که به شیرینی گفتار تو در عالم نیست. با تو هم میهن. تو هم میهن، سروری ها ز چه یک بار فراموش تو شد، گو کجا رفتارش به کجا خون سیاووش تو شد. پدران تو چون این مردانند، تو نه ابن و نه ابوی دگری، پدران تو همه زایچه ایرانند، مگذار از کفت ایران تو را بستانند، مگذار از کفت ایران تو را بستانند.
با تو هم میهنی پارسی گوی بلند آوازه تازی از سفره فرهنگ تو پرورده شده شعر حافظ که کلام بشریست با زبان تو فراورده شده پارسی راز تو گر بگرفتند بر دلت داغ فتد چون لاله به خدا تلخ تر از زهر شود قند در ره گذره ایرانی و سرشار تو کو که چنین خار و ذلیلت خواهند خیز از جای که فردا دیر است دشمن و دوست کنون همراهند دشمن و دوست کنون همراهند از جای که فردا دیر است دشمن و دوست کنون همراهند این مجله صدا در ایران بود. تورج وقتی به لس آنجلس آمد، هموطنان عزیز گرامی خب بسیاری از هنرمندان از او استقبال کردند. من یادم یک رادیویی که خود من مسئولیتش به عهده داشتم شروع به فعالیت کرد در لس آنجلس به نام رادیوی صدای ملی ایران و تورج دوست ارجمند ادیب توانا وقتی از او دعوت کردم با روی خوش پذیرا شد و آمد در این رادیو صدای ملی برنامه خودش شروع کرد به دنبال همون مجله صدا نام برنامه خودش هم گذاشت برنامه رادیویی مجله صدا اجازه بدید که برم به اون سالها و عرض کنم که برمیم به رادیوی صدای ملی ایران عکس هایی از تصاویری هست از تورج عزیز با هم اینا رو میبینیم و بعد صحبت های تورج رو میشنویم در روزی که رادیو صدای ملی افتتاح میشد و تورج خب 24 ساعت من در خدمتشون بودم با بسیاری از شخصیت ها و هنرمند ها صحبت کردیم که همین رو نمیتونیم اینجا برای شما پخش کنیم برنامه رادیویی است یک بخشش رو با هم میشنویم بعد برمیگردیم پی میگیریم برنامه البته من
من اصفهان بودم اولش که شروع کردم. اصلا متولد کجای شما؟ متولد خرمشهر هستم. خرمشهر صحیح. ماموریت پدرم داشت، رفتیم اصفهان، اونجا کارمو شروع کردم و خوشبختانه چون پدرم با رئیس رادیو اصفهان اینا آشنا بودن که اون صفا بود اون موقع ایشون بودن و منو گذاشتن پیش آقای تاج اصفهانی یه مدت. صحیح. دستگاه ایرانی رو کار کردیم. البته هیچ وقت استفاده نکردم ولی همون وقت که یاد گرفتم خیلی کمک کرد به من. بسیار. برادر منم فرماندار و معاون استاندار بود روش. بله، روانشون شد. بله، اصفهان دیگه. معاون استاندار و فرماندار اصفهان بودن، نگهبان دیگه. بله. موقعی که نواب صفا هم رئیس رادیو بود. بله. عجب روزگاری. آقای نواب صفا اینجا آمده بود با آقای قمصری، عرض رادیو اومد باش مصاحبه کردیم، بعد با آقای قمصری رفتیم منزلشون، 4 ساعت باش مصاحبه تصویری داریم. بله، مصاحبه رادیویی قربان استاد نواب صفا. منزل ما اومدن و بعد گفتن که تلفن کردن از مینیسوتا بود، کجا بود؟ بله، برای پسرشون. بله، تلفن کرد خونه فرزاد بود، گفت من نمیتونم بمونم. گفتم چرا؟ خب نمیتونم، به هر حال برای پاره مسائل من برمیگردم ایران. گفتم آقا بمون، ما حتی المقروض سعی میکنیم که. بسیار انسان شریف و نازنین. با من مرتب تلفن. بله، با شما که خیلی هم به شما ارادت داشت، یعنی وقتی گفتگو کردیم به جان تورج اسم شما را آورد. اینا آقای کانتا شاهده. من یعنی واقعا میگه همیشه جزء یکی از اولین بار ببخشید آقای حال شایان، من چرا امروز تخصیص شایانه؟ گفت من اصفهان بودم، ما رو برد آقای نواب صفا، شما رو یاد برادر زنده یاد برادر انداخت و بعد حرف. من کلاس هفتم بودم، شعرکی هم میگفتم. بله، خدا رحمت کنه مرحوم کریمی، محمود کریمی. بله. که استاد این، خب اون شعرهایی که تو اون زمان میگفتم اون میخوند، کمان که من نامش در سال 1330 دارم، ما جوهر سبز نوشته. اینا رو از یه سفر اگر بتونم برم ایران بیاری خدا انشاءالله، انشاءالله با امید خدا، مولا توفیقی بده. که خاطرم هستش که مهمان داشتیم در منزل، پدر من دوستش به اسم آقای شریعت و دوره‌ای داشتن، پدر من بود، آقای شریعت بود، مرحوم خالدی بود، نواب صفا بود، آقای شریعت مدیر کل گمرک تهران بودن، نواب صفا اون موقع تو گمرک بود. بله بله. از طریق نواسای تاکستانی، زنده یاد، همین رو باید گفت زنده یاد. روز تعطیلی بود در منزل ما، اینا مهمان بودن بالا، اون موقع میگفتن مهمان خانه. بله. طبقه سوم یه جایی بود که خب معمولا درش باز نمیشد و چرا دیگه فرق مهمان ها باز میشد دیگه، ما رو راه نمیدادن. من خاطرم هستش که بابا اومدن صدا کردن، گفتن تورج بیا بالا. میدونستم خب من شعرکی میگم. بله. رفتم بالا و بعد آقای نشسته بودن، معذرت میخوام، ما رو خدا همه رفتگانتون بیامرزه، پدر آدم دانشمندی بود، انگلیسی، فرانسه، عربی، خب معلومه. تمام این رفقای فریدون مشیری، آقای احمد سروش، آقای اسماعیل رو این کارمند پدر من بودن، مدیرکل تلگراف تهران بود. معلومه. اینا هم همه میدونی که پارت تایم اونجا کار میکرد، حتی مهندس عاطفی خود بود. مهندس عاطفی. این است که خاطرم هستش که گفتن بابا آقای نواب صاحب، در همون که رفتیم سرش برد پایین، این استکان میو با لب ورداشت اینجوری با کله برد بالا. به صورت یک کار نمایشی. بعد گفتن بابا ببخشید این نرخری که میدیم نواب صاحب است که موسم گل شد و وقت گل چیدن درست کرده. این مال کی بود؟ از اون موقع آقای نواب صفا که خب واقعا هنوز هم با ما از نظر خانوادگی، موقعیم که اصفهان رفتن خب برادر من فرماندار اونجا بودن، برادر من بعدها معاون اداری مالی پارلمانی وزارت کشور شد، استاندار چشم، یه آدمی بود که حالا بگذاریم، من مثلا نمیخوام این حرف در بارم، ولی من همبار نواب صفا رو استاد خودم میدونم. یه چیز به من گفتن، گفتن تنها کاری که میکنی تو سعی کن که این اصول رو در ترانه رعایت کنی. یک رازی رو به من گفتن و اون راز رازی است که انشاءالله یک روز ما از این تریبون خواستیم به دوستانی که هنوز ویژگی های ترانه رو نمیشناسن، فکر کنن ترانه دادن شعری است دست آهنگسازی که کم و زیادش بکنه، ولی که اینا نیست. اگر می بود بهترین شعرها رو ما در هزاران دیوان شعر آدم هایی داریم که در دنیا بی‌نظیرن. ترانه
ترجمه ملودی، ترجمه لحن آهنگه. یعنی اگر ترانه سرا فقط باید اینو ترجمه بکنه که تلفیق پیدا کنه. اگر از اینجا انشاءالله در مجله صدا رادیویی که من خواهم داد یه بخشی رو با اجازهتون آقای فریدون خواهش میکنم. خب آقای شان جان، بعد چند سال فن بودین تو جنوب بودی؟ فرانسه؟ نه جنوب. من تولد که پیدا کردم اومدم تهران. ما تهران دیگه. اون وقتم که 17 سال تقریبا 18 سال پاریس زندگی کردیم. الان چند سال لس آنجلس؟ اینجا 3 ساله. 3 ساله. خب جالبه. چند تا آلبوم تا حالا دادیم؟ اینجا الان توی 3 سال دومی اومده، سومی هم در راهه. ان شاء الله که سومی آماده میشه که من برای ژانویه بدم. ژانویه. در یک کلام من میگم تو خودت شاهین جان با این اصطلاحی که بعضی از دوستان ما به نظر من به جا به کار میبرم، یا موسیقی لس آنجلسی، مثلا خودت به عنوان کسی که در لس آنجلس زندگی میکنی این قبول داری این واژه رو؟ نه جدی، موسیقی چون اینجا داره تولید میشه به عنوان لس آنجلس هست. آها. ولی نوع موسیقی که میگن لس آنجلسی نه موسیقی ایرانیه. بله. نه، برای اینکه بعضی از دوستان ما کم لطفی میکنه، الان همین موسیقی که در ایران رایج شده، موسیقی پاپ، واقعا همین تاثیر، نه اصلا این بچه‌ها اینجا بوده دیگه، واقعیت دیگه. این بچه‌ها اینجا نمیخوندن، این موسیقی اینجا رواج پیدا نمیکرد. ببینم اون بچه کجا تو ایران جاز میخوند، کجا ای بی یادش بود، مثال میذارم. درسته. داروی گوگوش نمونه است آقا جون دیگه. گوگوش اگر هم بزن تو ایران بخونه، اون استادیوم 100 هزار نفری بره بخونه، باور کن راه مندون میشه، جمهوری اسلامی به لرزه میفته تو ایران اگه بذاره. بله واقعیت من خاطره دارم. البته هر خواننده الان بره اونجا تو ایران. نه منظورم که میگم که این جوانهایی که اینا اینا مردم کردن، اینا فکرم مثلا اگه نزن صدای داریوش ابی گوگوش نمیدونم همین پاپ موزیکا پخش نشه، ببخشید نمیخوام توهین کنم، خواننده اصیل آقای ناظری بخونید، آقای سیاوش شجریان استاد ما بخونه، دیدید نمیشه آقا، جلوی موسیقی نمیشه گرفت. قربونت برم، اون موسیقی رای خودش باز کرد دیگه، تحولی است که پیش اومده. خب این بخشی از برنامه رادیویی مجله صدای استاد توراج نگهبان بود در رادیوی صدای ملی. از هم توراج عزیز کتاب شعری هم در لس آنجلس منتشر کرد و به دنبال این بود که آثار نوشتاری خودش چاپ کنه که بیماری بهش فرصت نداد و پرواز کرد، پروازی جاودانه. روان شاد باشه، اما آثار او فراوانه. وقتی با هم صحبت میکردیم توراج یک کاری برای زندیات هایده گفته بود، البته در ایران، برای تو میمیرم. آهنگش رو استاد محمد حیدری ساخته بود و توراج عزیز شعر رو سروده بود. قسمتی از این ترانه دلنشین رو با صدای جاودانه هایده و کلام توراج نگهبان میشنویم. Thank you.
در برنامه گلها تورج فعالیتش از سال 1340 آغاز کرد. کارهای فوق‌العاده جاودانه داده که بانو الهه خونده، بانو مرضیه خونده و همینطور خواننده‌ای داشتیم که با استاد حبیب‌الله بدیعی کار میکرد، خانم رویا. تورج آثار فراوانی در گلها داره که اینا جاودانه هستن. یکی از کارهایی که در اون سالها فوق‌العاده مورد توجه قرار گرفت کاری بود، آهنگی بود از مهندس همایون خرم و شعر از تورج نگهبان بود: بعد از تو هم در بستر غم میتوان خفت، بعد از تو هم با دل سخنها میتوان گفت. اجازه بدید که این کار زیبا را هم بشنویم، کار ارزنده استاد مهندس همایون خرم با استاد بزرگوار تورج نگهبان. بعد از تو هم در بستر غم میتوان خواب، بعد از تو هم با دل سخنها میتوان گفت، بعد از تو هم این سوز هجران هرگز نمی آید به پایان. بی تو هم این عشق بی هر جا به من شاید که پا بر جا بماند یا
اجازه بدید ابتدا حرفای آقای داروش اقبالی رو بشنوید در مورد تورج نگهبان و بعد همون ترانه‌ای که برای تو نامه نوشتم همه اشکام روی نامه چکیده. همینجوری زنده آقای داروش میخونه و بعد ترانه دیگری هم که در لس آنجلس برای داروش گفته بود اون رو هم داروش اجرا میکنه. اگر از تورج نگهبان قرار من افتخار صحبتشو داشته باشم، اول میخوام خیلی صادقانه بگم آقای تورج نگهبان، به خودش موقعی که میرسیم میگیم تورجم، ولی وظیفه‌مه بگم آقای تورج نگهبان یا استاد نگهبان. عنوان ترانه سرا و شاعر برای من با تجربه کاری من حکم معلم، حکم استادی رو دارن. همیشه از راهنماییش استفاده کردم، از نگاهش به مسائل بهره بردم و سعی کردم ازش بیاموزم. تورج نگهبان فقط خلاصه نمیشه در اشعارش و ترانه‌هاش. تورج نگهبان انسانی است بسیار بسیار دیدگاه جهانی و بسیار دیدگاه عمیقی در عرفان داره و نگاهش به مسائل بسیار موشکافانه است، بسیار حساس و اسلحه‌اش هم ترانه و اشعارش بوده. این اسلحه رو ازش صادقانه ازش استفاده کرده، باید پیداش کرد. من همیشه میگم شاعر باید این شعرش باشه، شکل شعرش باشه. تورج نگهبان خودش شعره، خودش غزله. شبامون آخ که چه تاریک و چه سرده، دلمون جای غم لونه درده. تو رو بی من، منو دور از تو گذاشته، چی بگم با من و تو دنیا چه کرده. آسمون با من و تو قهر دیگه، یاران ز چه رو رشته الفت بگسستند، عهدی که روا بود دگر بار نبستند. این مردم کن اثر اندیش ندیدند، کین بی خردان حرمت انسان بشکستند. ما را دگر از طعنه دشمن گله‌ای نیست، کان عهد که بستیم رفیقان بشکستند. افسوس همه سلسله داران به قلودن، وان یک سوارا همه از پا بنشستن. ای قافل سالا کجایی که ببین، دزدان همگی همراه این قافله هستن. دردا در گنجینه به ماران بگشودند، اندوه که بر دوست ره خانه ببستند. دردا در گنجینه به ماران
گشودند اندو که بر دوست راه خانه ببستند. این یادی بود به مناسبت سال روز درگذشت استاد تورج نگهبان، هنرمند عزیز و گرامی. بعد از خدمتتون مرخص بشیم دیگه، وقتمون تموم شده. با تشکر بکنم از کارگردان فنیمون آقای بابک عزیز و همینطور از آقای افشار که ادیت برنامه رو به عهده داشتن. تا برنامه دیگری همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. همیهنان عزیز و گرامی و به یاد تورج نگهبان عزیز همواره هستیم. تورج نامیست جاودانه در واقعا سرزمین عزیز ما ایران، نامش در تاریخ مملکت ما با خط زرین نوشته شده است. من اون شیرم که خورشیدم به پشت، هزاران سالی که شمشیرم به مشت. روانش شاد، پاینده ایران.